Hello everybody and welcome back to another video with me. خیلی خوش اومدید. به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی. مثل همیشه من حامد ابوطالبی ام و توی این جلسه قرار بریم با همدیگه راجع به another, other, the other و other صحبت کنیم. این چهار تا رو امروز قرار صفر تا صد یاد بگیریم و کاورش کنیم. بریم سراغ آموزش. بچه ها اول another و other رو کار کنیم بعد بریم سراغ دو تای بعدی. اولیش another and other همین اول کاری بگم این another اول بوده an other به خاطر اینکه توی جمله بیام سریعتر بگم خیلی سریع این جمله رو بیان کنم میاد میشه another an other بوده میشه another مخفف میشه در اصل حالا another بعدش میخوام میشه معنیش میشه یکی دیگه other هم میشه یکی دیگه ولی another بعدش اسم مفرد میاد یعنی یه دونه هر چیزی میخوای بگی بگو چرا چون ان رو داره دیگه ان یعنی یه دونه another یعنی یکی دیگه ولی یه دونه ازش توی مثال هم کامل متوجه میشی ولی other نه بعدش اسم جمع میاد یعنی بعد از other حتما باید یه اس جمع به هر کلمه ای که بعدش میاد یعنی هر کلمه ای که بعد از آدر میاد یه اس جمع باهات باید, باید بهش بدی برای مثال اولین مثال من رو ببین میام میگم که we want to live in another city we want to live in another city من گفتم بعد از another یعنی یه دونه دیگه هر کلمه میاد باید مفرد باشه من توی یه شهر دیگه ما میخوایم توی یه شهر دیگه زندگی کنیم we want to live ما میخوایم زندگی کنیم in another city توی یه شهر دیگه میخوایم زندگی کنیم خب حالا جمله دوم ببین همین رو میخوام تبریک کنم به other میام میگم که we want to live ما میخوایم زندگی کنیم in other cities توی شهرهای دیگه به سیری یه اس دادم شد cities we want to live in other cities میخوایم توی شهرهای دیگه ای زندگی کنیم یا یه مثال دیگه میام میگم که I need another car i need another car یه ماشین دیگه ای نیاز دارم نگفتم i need another cars اس بدم غلط میشه ها چون another یکی بعدش حتما باید اسم مفرد بیاری i need another car یه ماشین دیگه ای نیاز دارم حالا مثال دوم ببین همین رو میخوام تبدیلش کنم به اسم جمع میام میگم i need other cars ماشین دیگه ای نیاز دارم یه ماشین دیگه ای نیاز دارم I need other cars other cars حالا یه مثال دیگه هم بذارم میام میگم که uh, Do you have another color? وارد مغازه شدم میخوام یه تیشرت بخرم رنگش خوشم نمیاد بهش میگم Do you have another color؟ یه رنگ دیگه ای داری به نشون بدی Do you have another color؟ یه رنگ دیگه ای به داری که به نشون بدی حالا همین رو میخوام تبدیل کنم به اسم میام میگم که Do you have other colors do you have other colors رنگ های دیگه ای داری do you have other colors رنگ های دیگه ای داری یا مثلا وارد گل فروشی می که یه گل روز بخرم یا یه گل بخرم از گل رنگ گل خوشم نمیاد بهش میگم که از مدلش هم خوشم نمیاد بهش میگم که oh, uh, do you have another flower Do you have another flower? یه گل دیگه داری؟ حالا به جز اون یه دونه دیگه بهم نشون میدی دوتا مدل باشی از بین این دوتا یه دونه رو انتخاب کنم ولی توی اسم جمع میام میگم که Do you have other flowers? Do you have other flowers? گلهای دیگه ای داری که بهم به نشون بدی حالا بجز این دوتا مدل گلهای دیگه ای داری که بهم به نشون بدی این بود از صف تا صد another و other پس بچه ها ما متوجه شدیم که بعد از another حتما حتما اسم مفرد باید باشه هیچ موقع نمیتونم به اون کلمه اس جمع بدم حتما با یه دونه ازش باشه خب مثلا another book یه کتاب دیگه other books کتاب های دیگه another t-shirt یه تیشرت دیگه other t-shirts تیشرت های دیگه و بعد از other هم حتما باید اسم جمع باشه اینو کلا کاور کن بذار کنار بریم سراغ another و the other بچه ها the other نه the other تلفظشو رو ببین من نمیگم uh, the other میگم the other میدونم اون the تلفظ میشه ولی اینجا نه the other another و the other بچه ها. همون مثالم وارد یه لباس فروشی میشم یه دونه تیشرت انتخاب میکنم از مدلش خوشم نمیاد بهش میگم که Do you have another t-shirt? Do you have another t-shirt? تیشرت دیگه ای داری؟ از این خوشم نمیاد ولی دوتا مدل میاره خب میگم که او oh. I want the other one اون یکیه رو میخوام I want the other one مشخص میکنم کدوم یا مثلا بهش میگم oh, Do you have the other one از اون یکی داری؟ یعنی دارم دقت میکنم میگم از اون یکی داری؟ The other one خب یا مثلا دوتا گل واسه من میاد هم گل فروشه یا کدومش؟ Which one؟ میگم oh, uh, The other one اون یکی the other one اون یکی میگه این میگم نه 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 the other one اون یکی اون دومیه رو منظورمه فرقش اینه another یعنی یکی دیگه کلا ولی میگم the other از بین دو تا چیز دارم کمپر میکنم در اصل دارم مقایسه میکنم توی زبان انگلیسی یا هر چیز دیگه کدومشو رو میخوام مثلا میام میگم i want the other one اون یکی رو میخوام از بین دو تا چیز کاملا مشخص میکنم وقتی م... ولی موقعی که میگم another یعنی کلا یکی دیگه حال آدرز یعنی چی اون اس گرفته میشه یعنی چی توی مثال خیلی راحت تر میتونی متوجه بشی میام میگم که some cities are cold others hot some cities بعضی از شهرها some cities are cold سردن others are hot بعضیشون هم گرمند بقیهشون یا گرمن اینجوری معنی میشه Some cities are cold Others are hot بعضی از شهرها سردن مابقیشون گرمه یا مثلا میام میگم که Some people are Some people are alive بعضی از مردم زندن Some people are alive Others are died بعضیشون هم مردن فوت کردن بقیهشون فوت کردن اینجوری هم میتونم بگم Some people Some people are alive بعضی از مردم زندن Others are died بقیهشون فوت شدن مردن خب توی اینجور جمله سازی ها من میتونم از Others استفاده کنم مابقی غلطه یعنی باید دلیل جمله بالایی رو بگی که از others بتونی استفاده کنی دقیقا مثل مثالای من به دو تا مثال من خیلی دقت کن ببین اولین مثال من چی بود گفتم some cities are cold بعضی از شهرها سردن others are hot ما بقی گرمن مثلا وسط تابستونی میگم آقا some cities are cold بعضی از شهرها سردن others are hot ما بقیه گرمن وسط تابستونی حالا بعضی از شهرهای مثل و اون طرفا خنک سرده به این دقت کن پس شد the other, the other, another, other و others این چهار تا رو ما کاور کردیم حتما حتما برای هر کدوم که تونستی برای خودت یه دفتر درست کن روش بنویس گرامر بنویس هر چند تا گرامر تونستی بنویس زیرش مثال بزن یه صفحه دو صفحه سه صفحه هر چند تا دلت خواست مثال بزنی تا بره تو ذهنت این خیلی میتونه مهم باشه که کامل صفر تا صد بره تو ذهنت امیدوارم که یاد گرفته باشی که میدونم همینطوره حتما حتما ما رو لایک کن سابسکرایب کن اون <تصفحه> زنگوله وقلم بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده حالا زیاد دوست ندارم بچه‌ها من بگم که سابسکرایب کن لایک کن و اینا اگه دوست داشتی حتما سابسکرایب کن زنگوله بغل بزنی من هر موقع ویدیو آپلود میکنم بهت خبر میده خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردی